سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. محور برنامه اتمی ایران چیست؟ ایران، حکومت ایران در ارتباط با برنامه اتمی خود به کجا می رود؟ آیا آنچه که امام دولتی نماز جمعه امروز در اصفهان گفت و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی بازتاب خطی در حکومت اسلامی در برابر دولت حسن روحانی است؟ در واشنگتن درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی چه تصمیم‌های تازه‌ای اتخاذ شده است؟ آن سوتر در عرصه اقتصادی کارشناسان میگویند وضعیت اقتصادی ایران و مردم ایران همچنان رو به وخامت دارد. و آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس میگوید در ایران جریان ملیگرایی یک جریان دروغ است و وجود ندارد و برای مقابله با اسلام به وجود آمده است. در عرصه رسانه‌های گروهی نمایش یک سریال تلویزیونی به عنوان سرزمین کهن باعث اعتراض رو به گسترش ایل بختیاری شده است. در این سریال که تلویحاً از فرقه تجزیه طلب پیشه‌وری و حزب توده ایران حمایت می شود، به قوم بختیاری، ایل بختیاری آنگونه که معترضین می گویند اهانت گسترده ای شده است. با من و شما هستند آقای دکتر علیرضا نوریزاده، این بار نه در لندن، در شهر دیگری، در گوشه دیگری از اروپا، که از طریق اسکایپ با ما خواهند بود، و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده، بعضی سلام به شما در هر کجای اروپا که هستید. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای نوریزاده، اون چی که امام دولتی جمعه میگه در اصفهان و بقیه مسئولان در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نظر میرسه مخالف سیاست‌های دولت حسن روحانی است. آیا این دو جناح تشکیل دهنده، دو جناح عمده حکومت اسلامی ایران در این زمینه اختلافات عمیقی دارن یا نه؟ اختلافات ظاهری است و همسو در واقع از جهاتی؟ نه آقای چالنگی، اختلافات ظاهری نیست، اختلافات عمیقه. دو مصلحت در برابر هم قرار گرفته. کسانی که در طی این سالها با بهره‌برداری از رنج مردم و تحریم‌ها پولدار شدن، قدرت گرفتن و طبیعتاً اینا نگران فردان. اما آقای رفسنجانی حرف آخر رو زده، آن کس که دست رو به تسلیم برد بالا، مقام معظم رهبری نایب امام زمانه. از اول کار ایشون تو جریان بوده. آقای ظریف از اقوام ایشونه، فرد مورد اعتماده. آقای روحانی 20 و اندی سال نماینده ایشون در شورای امنیت ملی و 16 سال دبیر شورا بوده. بنابراین آن چرا که این آقایون انجام دادن با رأی و نظر آقای خامنه ای بود. در این حال وقتی که خانم وندی شرمن و آقای جان کری اشاره میکنن به آقای ظریف و عراقچی که بد نیست راجع به مسائل دیگه صحبت کنیم، هر دو صراحتا میگویند ما اصلا مکلف نیستیم غیر از مسئله اتمی صحبتی بکنیم، ما اختیاری نداریم. این کاملا در اسناد رسمی موجوده. پس امام جوی اصفهان دادشو بس رهبر بزنه،
امام جمعه تهران که حقوق بگیر رهبر و نوکر آستان اوست باید بره اعتراض شو به رهبر بکنه، نه با آقای روحانی. آقای روحانی تلاش کرده این مصیبت رو از گردن رژیم برداره و رژیم رو از فروشکستن نجات بده. به خود آقای خامنه هم گفته من آخرین شانس این نظامم. بنابراین این داد و بیدادی که میکنن در این حال که نشانه سوختن و جز و وزشون واقعا در اومده، ولی همزمان این داد و بیداد اصلا ربطی به آقای روحانی نداره یا ربطی به این گروه نداره. ارباب کل رو باید هدف قرار بدن. اگه واقعا معترضن و آثار سم داره در بدنشون ظاهر میشه، خب باید اعتراض کنن، ولی اعتراضشون به جای نادرست است. باید سراغ مقام رهبری برن و به ایشون بگن چرا تسلیم شدی، چرا زمانی که فرصتهای عالی برای ما بود این فرصتها رو سوزوندی و از دست داد. آقای سازگاره سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای سازگاره، رئیس دفتر آقای خامنه ای آقای گلپایگانی، ایشون صحبتاش حرفاشو بسیار شنیدن، قطعا شما نیست، راجب خانم وندی شرمن لحنی رو که به کار برد، خب البته دور از اونچه که رهبران جمهوری اسلامی تا حالا گفتن مشت و لگد و اهانتی که ایشون مرتکب شد، حالا اختلاف میتونه باشه هر چه که هست برحال، و بقیه حرفایی که زده میشه، واقعا همین پرسش تا چند اندازه اختلاف منافع از اونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن؟ ببینید، اولا حالا راجع به نوع لحن آقای محمدی گلپایگانی که گفت اون خانوم اسکلت و از این حرفا، فقط باید گفتش که ادب مرد بهز دولت اوست و متاسفانه این قبیل الفاظ رو به کار بردن سکه رایج رجال جمهوری اسلامی هستش. و خود آقای خامنه‌ای خاطرتون باشه یک زمانی که وارن کریستوفر وزیر خارجه امریکا بود، با لفظ زشت رو نه یک بار دو بار این رو در دو سخنرانی مختلف به کار برد، مطالبی که واقعا سخیفه و اسباب شرمساری باید گفت هست. اما اونچه که نگرانی امسال آقای محمدی گلپایگانی در اون صحبت هست، اون لفظ خانم وندی شرمن بود در خصوص اینکه همه گزینه ها روی میزه، ولی از اون ظاهرش باطنش، از اونی که بیشتر حضرات نگران هستند و شدن، این است که خانم شرمن در کنگره امریکا مطرح کرد از اینکه رعایت حقوق بشر در ایران باید بشه، اسم آورد از آقای موسوی و کروبی و مسئله رفع حصر و بحران اقتصادی ایران، حتی البته خانم شرمن به نظر من اشتباه کرد، گفت از پولی که آزاد شده سبد کالا به مردم دادن و امثال هم. به هم دلیلم در راهپیمایی 22 بهمن پا به پای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، در بعضی جاها مرگ بر شرمن هم گفته شد و یه تعداد پلاکارد هم علیه خانم شرمن به دست راهپیمایان داده شد. علی حال به مسئله چند دستگی در ایران، من هم با دکتر نوریزاده موافقم. این شخص آقای خامنه ای است که تصمیم گرفته که پروژه بی سرانجام هسته‌ای رو که 10 سال کشور رو اینطور در کام انواع بحران ها فرو برده، از ابتدا هم معلوم بود که دنیا اجازه نمیده که ایران بخواد به سلاح هسته‌ای نزدیک بشه، تصمیم گرفته که کوتاه بیاد. البته حالا در ادامه برنامه اگر فرصتی باشه میشه توضیح داد که مذاکراتی که قرار شروع بشه در کجا قرار داره و اختلافات کجاست یا در واشنگتن چه میذاره، ولی به هر صورت آنچه که الان آقای ظریف هم سعی کرده به آقای کری و آقای اوباما بفروشه این است که اگر موضوعی غیر از هسته‌ای مطرح بشه، آقای خامنه‌ای از سر میز مذاکره بلند میشه.
آقای نوری‌زاده، ببینید اینی که ملای شیعه بر منبر هر زمان لازم باشه حرفی رو به مناسبت اون شرایط میزنه، اینو بسیاری از بینندگان ما میدونن، همه ما میدونیم. اما در زمینه‌های اینچنین مثل مذاکرات با آمریکا، مثل خواستن جنگ با آمریکا، چند پیش کسی از مسئولان جمهوری اسلامی گفته بود امام خواستار جنگ با آمریکا بود، منظور آیت الله خمینی به گفته آقایم، خوب میگن امام. الان آقای موسوی تبریزی که میدونیم دادستان انقلاب بود و در جریان سینورکس آبادان هم دادستان بود و دستور قتل صدها نفر رو ایشون صادر کرده و الان بر وقت صحبت درباره ایشون نیست، الان ایشون گفته مذاکرات مکفارلین، یعنی با مکفارلین با اجازه امام بود به گفته ایشون، و اصلا هم امام یعنی همون آیت الله خمینی خواستار ایشون جنگی با آمریکا نبود. تقریبا دیگه کم کم داره نزدیک میشه به اینکه امام آقایون خواستار روابط بسیار بسیار دوستانه بود با آمریکا و احتمالا یک تانگوی دوستانه در عالم سیاست. این چی هست این قضیه؟ آیه چالنگی عزیزم، شما میگید از این آدمی که یک پیم چلوار دوم چلوار رو به سرش میبنده همه کار بر میاد، امروز میتونه چپ بشه، فردا میگه مصلحت ایجاب میکنه راست میشه. آقای خمینی در پاریس هرچی گفتم اونجا مصلحت بود، بعد اومد خب دروغ گفتم مصلحت بود. یعنی باب این تزویر و ریا و تقیه بازه. این رو در عمل وقتی اینا روزخون بودن مشکلی نبود، شب در یه مدرسه می میزدن میگفتن آقا ایجاب میکرد، شاه عباس هم تو کلیسای ارمنیا شراب خورد، بنابراین هر عمل فسق و فجوری هم میکردن توجیه میکردن، ولی مربوط به خودشون بود. الان که مملکت دار شدن این عملکردشون دودش تو چشم مردم میره و اینا با رندی همیشه میخوان درن. آقای فیروزآبادی که اگر در هر جای دنیا از بی نظامیگری می مردن ایشونو به عنوان سرباز صفر قبول نمی کردن. آدمی که انبانی از امراض 200 کیلو وزنشه و یک ماه خدمت سربازی نکرده، چون رفیق آقای خامنه‌ای در مشهد بوده، سالها 25 سال رئیس ستاد کل ارتش و این جانشین تیمسار جم و تیمسار از اونها بالاتره، چون تیمسار جم رئیس ستاد ارتش بود، ایشون رئیس ستاد نیروهای مسلحه، یعنی ارتش و سپاه و بسیج و شهربانی و همه چی. حالا این آقا برمیگرده میگه بله ما میتونیم مثل برق دخل اسرائیل رو بیاریم، و آقای نبویان نماینده مجلس میگه که ما صدها هزار نفر از سوریه‌ها و لبنانیان را آموزش دادیم. حالا رقم مبالغه آمیزه ولی به هر حال ده ها هزار رو آموزش دادن. بنابراین این نظامی که الان میگه من آشتی با جهان میخوام بکنم، از هر گوشش یه زمزمه میاد. آقای ظریفی که واقعیت رو میگه، میگه این تیر و تخته شما، این موشکای شما خوراک 5 دقیقه آمریکاست و آمریکا به خاطر ترس از اینا نیومد با ما گفتگو کنه. اون حرف ماسکه میشه، روشو میپوشونن، بهش حمله میکنن. اما این اراجیفی که از نماز جمعه و جاهای دیگه عنوان میشه، اینا مرتب میاد مطرح میشه و راجع اون وقت اینایی که ادعا میکنن جهان مال زیر نگینشون و ایران همه کشته مردشونن، از یه برنامه تفسیر خبر شما خدا آقای چالنگی چنان برمیاشوبن درباره راهپیماییشون که طول و تفصیل و گزارش های متعدد مینویسن، و این نشان دهنده رژیم مفلوک زمین خورده ای است که من متاسفم که در ایران یک نیروی اپوزیسیون درست نداریم، و الا این رژیم آنقدر متزلزله که از خودش هم میترسه. آقای خامنه ای از وحشتش الان اختلافی بین تمام بین بسیج و سپاه و غیره انداخته. این نظام نظام قابل دوام نیست، به همین دلیلم هر روز دروغی میگن. الان میخوان جلو مردم بگن امریکا بود که به ما تسلیم شد، ما نبودیم. اما از یه خانم وندی شرمن که به قول ایشون چوب استخون یا اسکلته، انقدر وحشت میکنن که یه جملهش که تأکیدی بر سیاست قبلی آمریکاست، اینها رو برمیاشوبانن. اشاره آقای نوری‌زاده به گزارش ها و مطالبی که در رسانه های دولتی جمهوری اسلامی علیه و درباره تفسیر خبر نوشتن و
شبکه تلویزیونی ایران فردا. ما عادت کردیم از زمان تأسیس تفسیر خبر چون این حملاتی همیشه بود. آقای سازگاران، در همین زمینه در کنگره گروهی سیاست‌های اوباما رو در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی مورد تایید قرار دادن، اما به نظر می‌رسه که حتی اکثریت دموکرات کنگره هم با این سیاست‌ها همراه نیستن. بله، نامه‌ای که در مجلس نمایندگان امریکا که 435 عضو داره جمع کردن امضا در پشتیبانی از سیاست‌های دولت آقای اوباما در خصوص مذاکره هسته‌ای با ایران، 106 تا امضا بیشتر نداشت که 4 تاش جمهوری خواه بودند و 102 نماینده دموکرات، حتی در کمتر از نیمی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان امریکاست. این موقعیت لرزان آقای اوباما رو در مقابل مجلس نشون میده. سنا هم وضع از این بدتره، برای اینکه اکثریت سنا دست دموکرات هاست، ولی در اونجا هم 50 و چند نماینده پیشا پیش، یعنی اکثریت 100 نفر سنا پیشا پیش مخالفتشون رو گفته بودن. بنابراین آقای اوباما مشکل جدی با مجلس خودش داره، با کنگره داره، و خیلی قمار کرده که پشت مذاکرات هسته‌ای ایستاده. از سوی دیگه در هفته گذشته ملاقاتی که با آقای اولاند داشتند رئیس جمهور فرانسه، دو طرف به خصوص، البته امریکا فشار آورده بود، اصرار کردند، تهدید کردند که کمپانی هایی که زود هنگام به سراغ معامله با ایران برند، تحریم ها به قوت خودش باقی است و به شدت تنبیه خواهند شد. اتفاقا تقریبا هم مؤثر واقع شد. بسیاری از کمپانی های اروپایی پا پس کشیدند و در واقع ایستادن تا این 6 ماه که دوره این موافقت نامه ژنو هست، موافقت نامه موقت بگذره، بعد ببینن چی میشه قرار داده اصلی به کجا میرسه. اتفاق دیگه هم در واشنگتن در هفته گذشته این است که سه شنبه بعد از ظهر جلسه در کاخ سفید بود. کاخ سفید سعی کرده بودش که طیف‌های مختلف مخالفین ایرانی رو جمع بکنه و نظرشون رو به عنوان مشاور بپرسه، از موافق حکومت تا مخالفش، و تقریبا هم بیشتر التماس دعا به مخالفین داشته در این جلسه که شما برید و خلاصه در محافل ایرانی صحبت از این بشه که امریکا پشت حقوق بشر ایستاده. کسانی که تا اونجا که من میدونم در جلسه بودن هم به درستی گریبان مسئولین کاخ سفید رو گرفتن و گفتن اولا این ماجرای پارازیت ماهواره که امریکا اعلام کرد ایران تعهد داده دیگه نمیکنه، اینطور نیست. ایران فقط به سمت ماهواره ها شلیک امواج نمیکنه، عمودی که اون دو ساله نمیکنه، بلکه مشکل امواج افقی است که میفرسته و مردم رو به 100 تا بیماری دچار کرده. و از سوی دیگه هم مطرح کردن که به هر حال تحریم های امریکا در خصوص نقض حقوق بشر در علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مستقل از برنامه هسته‌ای در کنگره امریکا تصویب شده، همینطور هم در اتحادیه اروپا. بنابراین اونها سر جاش باقی، لذا رفع تحریم ها باید به نوعی به این ناقضین حقوق بشر و سرکوبگران مردم متصل بشه. به هر حال خیلی جلسه، از اونجا که من ارجابی کردم اون جلسه هم خیلی جلسه موفقی نبوده. بله آقای نوریزاده، اتفاقا در همین مورد حقوق بشر وزیر خارجه بحرین هم اظهاراتی کرده بوده که مورد اعتراض جمهوری اسلامی قرار گرفته. بله، حضورتون از کم آقای خامنه‌ای یه عده آدمی رو پذیرفت به عنوان معارضه بحرین و بهشون خیلی حمایت کرد و اعلام کرد بله شما خیلی قوی هستید و آینده مال شماست و
برنده میشوید و اینا، خب این خیلی بده. این از نظر دولت بحرین یه مداخله مستقیم رهبر یک کشور در امور کشور دیگری است. اگر مثلا حالا بحرین از نظر قدرت یک کشور خیلی کوچیکه، ولی اگر دولت بحرین دو نفر سه نفر از سران اپوزیسیون غیره رو پذیرا شده بود، جمهوری اسلامی آتش به پا میکرد. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی الان در شرایطی که هر کاری دلش بخواد میکنه و اصلا هم براش مهم نیست. آقای خامنه ای فکر نمیکنه که با دولت بحرین دارای روابط دیپلماتیکه، و اگر دو کشور دارای روابط دیپلماتیکن و سفارت در کشور همدیگه دارن، این دو کشور نمیتونن بیان در امور یکدیگر مداخله کنن. این امکان پذیر نیست. اینه که میخوام بگم کاری که آقای خامنه ای کرد انقدر اسباب ناراحتی شد، حالا روزنامه های بحرینی و شخصیتاشون، از جمله وزیر خارجه در توییترش نوشت: من آرزو میکنم مردم ایران از این وضع مصیبت بار نجات پیدا کنند. اون مردم نجیب و مردم بزرگ و با اون تمدن و تاریخ گرفتار چنین رژیمی شدن. خب جواب های رو هوی دادن بهشون. حالا در همین زمینه آقای نوری‌زاده، ببینید آقای قاسم سلیمانی گفته در ایران ملی‌گرایی یک، آقای خامنه‌ای هم گفته کفر، گفته اصلا دروغه و این برای مقابله با اسلام ساخته شده. همزمان ما می‌بینیم که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سریال رو پخش میکنه که مورد اعتراض ایلو بختیار، گذشته از اینکه بنده این بختیار هستم هیچ ارتباطی به این، من فقط خبرها رو دارم مطرح میکنم، هیچ اونطور که هست. آقای کمال تبریزی سازنده این سریال پیشتر سریالی ساخته بود جد از فیلم مارمولک، آقای نوری‌زاده قطعا اطلاع دارم برای برخی از بینندگان، درباره جنگ ایران و روسیه که در اونجا خب به طور کلی جانب روحانیت که خودش یکی از دلایل جنگ بود، با قتل گریبایدوف، اون میرزا عیسی مجتهدی که عملا به سفارت روسیه حمله کردن، و ماجرای طولانی است. یکی اون، یکی در سریالی ساخته بود درباره شهریار، شاعر بزرگ ایرانی آذری، که در اونجا باز ما میبینیم در این سریال که من بخشای بسیارش رو دیدم، باز در اونجا به عارف قزوینی به این دلیل حمله میکنه چون عارف قزوینی مورد انتقاد شدید قرار داد، با روحانیت، با آخوند مخالف بود، و در اینجا هم به این شکل مردم هم اینا رو چجور شما ارزیابی میکنید آقای نوری‌زاده؟ آقای چلنگی عزیزم، شما یادتون رفته آقای خمینی وقتی میخواست به زنده یاد دکتر بختیار حمله کنه گفت اینا بیابونی هن، خوی بیابونی دارن، من این دارو میشناسم. یعنی این اهانت رو به قوم بختیاری کرد که در مشروطیت اون نقش ویژه رو داشت در پاسداری از ایران، در هر جا که ایران در خطر بوده این دلاوران بختیاری بودن که در کنار کرد و بلوچ و گیلک و مازندرانی و بقیه اقوام ایرانی، همینطور عربهای ایران، از سرزمین ما دفاع کرد. اینها دست پروردگان مکتب اسلام ناب انقلابی محمدی به ملیت اعتقادی نداره، اینا اصلا ملیت نمیشه. قاسم سلیمانی ملتش در کشورش عراق، لبنان، سوریه است، او در اونجا داره آشوب به پا میکنه، پس بنابراین کشور او اونجا هاست. قاسم سلیمانی لیاقت داشتن لقب ایرانی رو نداره، او براش افتخاره که به عنوان سرتروریست بزرگ ازش یاد بکنن و برای سرش جایزه بزنن، خوشحال از این، فکر میکنه این افتخاره، و بنابراین افتخار به ایرانی بودن نصیب اینا نیست، لیاقت این رو ندارن که ایرانی باشن، و در هر شرایطی اینا علیه اون اصول و پایه ها و ارکان ملیت ایرانی که عبارت از این اقوام با فرهنگ و تنوع فکری و اندیشه و آداب و رسوم هست، اینا دشمنشن. هر بار یک کدوم هدف قرار میگیرن، برای عرب یه لقب میذارن، برای کرد یه لقب، برای بلوچ، برای ترکمن، برای تالش، برای آذربایجانی. اینا متاسفانه میگم شاگردان و دستپروردگان و شیرخورندگان از پستان ولایت فقیه مطلقن. بنابراین اینا یه بدعتی رو که در اسلام هم وجود نداره، اصلا وجود نداره. من چند روز پیش در یه کنفرانس با چند تا روحانی صحبت میکردم، گفتن این بدعت نامبارکیست که
اونم نه توسط تشیع و همه شیعیان، یه آخوند شیعی منحرف این بدعت رو آورده. آقای خمینی هم برداشت حالا به جون ملت ایران افتاده. دست پروردگان این مکتب همینن. به بختیاری امروز حمله میکنن، دیروز به آذربایجانی، به قزوینی. اصلا این معنا داره در یک کشور متنوع القوم و فرهنگ به یه فرهنگ توهین بشه؟ نه. این رو من بگم، در بخشایی که از این سریال من دیدم، سریال سرزمین کهن، به همین دلایل من تعریف کردم و دنبال کردم، به طور تقریبا نیمه آشکار تلویحی سازنده سریال از فرقه تجزیه طلب پیشوری که باعث جدایی موقت آذربایجان از ایران شد ستایش میکنه و به ویژه از حزب توده، از حزب توده ایران، درباره آنچه که در این سرزمین کهن گذشت، سرزمین کهن به روایت جمهوری اسلامی، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی. ما در برنامه سرزمین ما در شبکه تلویزیونی ایران فردا حتما سخن خواهیم گفت با نمایندگان اقوام مختلف ایران. این برنامه شنبه ها و چهارشنبه ها از شبکه تلویزیونی ایران فردا پخش میشه، سرزمین ما. آقای سازگاری عزیز، از این از طرف دیگه ما میبینیم همزمان وقتی مجال باز میشه برای فیلم سازانی که به هر حال با این حرفه سرکار دارن، در بعضی موارد کاراشون از نظر حرفه‌ای به هر حال این حرفه رو میشناسن، مثل آقای کمال تبریزی، اما در چه جهتی به کار میگیرن و خدمتون بحث دیگه است، میبینیم که در به روی هنرمندان دیگه بسته میشه. این فستیوال جشنواره فجر اصلا به یک ماجرایی تبدیل شد. فیلمی که مورد توجه بسیاری از مردم بود اساسا حذف شد، مورد حمله قرار گرفت، تا جایی که دیگه اصلا به طور کلی الان آقای علم الهدام جزء هیئت جوری جشنواره شده، جشنواران که خدا رو شکر میکنه که مثلا تموم شد و میگه بله ما باید جایزه ها رو به این بدیم به اون ندیم، باید از این به بعد این کارو بکنیم اون کارو. برحال پای این روحانیت، روحانیت دولتی به سینما باز شده. همین روز است که جای آقای امان منطقی و سامول خاچکیان و کوشان ها و فیلمسازهای ارزشمند ایرانی رو که میگیرن، هیچی جای جان فورد و بقیه هم حتما در سطح بین المللی آقای علم الهدا و اینا خواهند گرفت. بفرمایید آقای ساز. خواهش میکنم. والا من ابتدا راجع به این سریال سرزمین کهن و اعتراضاتی که هموطنان بختیاری ما کردند که موارد متعددی توهین به چهره های برجسته ایل بختیاری و خود قوم بختیاری در سریال شده، اعتراضاتی در شهرهای هم استان کهگیلویه و چهارمحال بختیاری و هم خوزستان و هم بخشای از اصفهان من دنبال کردم شده بود و نگرانی الان این است که امروز من دیدم در بعضی خبرها بود که تعدادی از این هموطنان ما رو دستگیر هم کردند، در حالی که خواستشون این است که پخش این سریال متوقف بشه و عذرخواهی بشه. البته گفتن در دبیرخانه شورای امنیت ملی موضوع در دست بررسی است که چیکارش بکنن، ولی به هر حال نگرانی خودم رو ابراز بکنم که حکومت دست به روش همیشگی که سرکوب و عربده کشی و چاقو کشی است در مقابل یک اعتراض ساده زده. اما در خصوص جشنواره سینمایی فجر هم من فکر میکنم حذف فیلم من عصبانی نیستم در آخرین لحظه که احتمالاً چندین جایزه هم میبرد و آقای وزیر ارشاد خیلی ساده گفتن خود فیلمساز تصمیم گرفت اون رو برداره، اصلا اینطور نبوده، بلکه فشار آوردن برای اینکه زمینه داستان در جنبش سبز میگذره. قبلا هم فیلم آشغالهای دوست داشتنی رو که اون هم زمینه داستان در ماجراهای جنبش سبز میگذشت رو اساسا حذف کردن در ابتدای جشنواره. به هر صورت همطور که شما اشاره کردین، به نظر من کار وقتی به امثال آقای علم الهدا و اینها میرسه نشون میده که متاسفانه جشنواره فیلم فجر به مسیری افتاده که
فاقد دیگه ارزش رقابت‌های سینمایی و ارزیابی‌های سینمایی است. یک جمله هم عرض کنم راجع به آقای قاسم سلیمانی که ایشون خیلی هم ظاهراً دوست داره که به عنوان یک تروریست پیچیده آدمکش در منطقه مطرح باشه، ولی وقتی ایشون لب به صحبت باز میکنه یک چیزی در حدود همین آقای علم الهدا و صدیقی تهران و اینها حرف میزنه، بسیار پر از اشتباه به نظر من حرف میزنه و حرفای ناجوری هم میزنه. در همین صحبت که در سمنان ایشون داشته در سالگرد یکی از فرماندهان سپاه که در لبنان و البته در سوریه کشته شده، ایشون اولا از یک موضع شیعه خیلی تندرو حرف زده، به نوعی تلویحا به اهل تسنن توهین کرده و بعد هم حرفهای عجیب غریبی که ما رهبری دنیای اسلام هیچکی جز ما نمیتونه بگیره و ایران آنچنان است و اینچنین است، کاملا نشون میده که بهتر آقای سلیمانی همون کارهای تروریستیشو بکنه، سخنوری و نطق رو مدتی فعلا درز بگیره، یعنی بسپره به علم الهدا. والا اقلا فرقش این هست که آقای علم الهدا دیگه فرمانده نیروی قدس نیست، حرفاشو ممکنه اون باستابو ندارن، مردم عادت کردن که ایشون جوک بگه. آقای بله این آقای صدیقی هم هست، امروز در نماز جمعه ایشون هم خط و نشون کشید برای آمریکا و بقیه جاهایی که ما بالاخره این کار میکنیم دندون باید پاسخ دندون شکن بدن، یعنی ایشون گفته. آقای نورزاده ببینیم قرآن هم میگه رهبران امریکا خواهدن، والا من نمیدونم اینا چطور به خودشون جرأت میدن اینطور با مقدسات مردم بازی میکنن. خب چرا اینا اکثر بچه هاشون و آدم هاشون رو میفرستن های سازگاره همین امریکا؟ چرز کنم بلا اصلا یعنی اینطور واقعا دین رو بازی چه قرار دادن سمبل همونست که خود آقای خمینی میگفت روحانی درباری، یعنی آقایون به معنی تمام و کمال لغت روحانیون حکومتی هستند که هر از آیه قرآن و پیامبر و امام و همه رو خرج اهداف یه حکومتی میکنن که انقدر هم اشتباه مشکل داره. آقای نوزاد ما یه دو تا روحانی درباری میشناختیم، یعنی همه مردم میشناخت، خداوند هر دو رو بیاموزه، یکی مرحوم راشد بود، یکم امام جمعه بنده خود راشد تهران بله. آقای حسن امامی بله خدا رحمت شما کنه، زبیهی هم که بود که اون درباری نه میدونم بله شما منظورتون که معلم اخلاق و مرد محترمی بود، مراد کسی است که در واقع دین رو بازیچه توجیه قدرت درست که اینها الان در واقع تعبیر قرآنیش رو بخوایم بدعم باور در واقع اون روحانیه درباره فرعونه که در داستان‌های قرآن هست و بعد همچین کسی بدن آقایون همه‌شون بلعم باور شدن. آقای چالنگی حتما یادتونه یه دوست مشترک من و شما اول انقلاب میرفت قم و به آخوندها سینما درس میداد، یادتون که هست؟ بله. یه آخوندی هم داشتیم حجت الاسلام فصیحی اهل سینما بود و من برنامه‌ای از ایشون دیدم شگفتی زده شدم، اینگمار برگمان میشست با خانمش نگاه میکرد اصرار نداشت، گیتار هم میزد، قبای شطرنجی هم میپوشید، خلاصه خله لباسش کردن، حالا قاعدتا باید یه جایی در خارج باشه، ولی آقای علم الخدا گمان میکنم اگر برن در سینما ایشون نقش چیشو رو باید بازی بکنن و یه فرانکو هم براشون پیدا بکنن بزنن ور دستشون، شاید قاسم سلیمانی بد نباشه. قرار یعنی نقش های کومیدی هست برم هست. آقای نوزده حالا که اینطور هست ببینید بینی و بین الله به قول همین حضرم رئیس جمهور این آقای حسن روحانی است، آمدن خیلی هم اظهار چیز کردن اهل فرهنگ و از این صحبت ها خودشون سعی کردن وانمود کنن همه اینا، یک شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری داره، برای بینندگان میگم خب این رئیس این شورا باز کسی است از همین ملایان حکومتی به اسم سید رضا اکرمی، ایشون اومده با این شبکه‌های ماهواره‌ای
مخالفت کرده بود شبکه، حالا هر رقم که هست، هر چه که هست، ایرانی غیر ایرانی، فارسی زبان غیر. بعد علت مخالفت میگه این شبکه های ماهواره فارسی زبان قصد دارن طلاق را در ایران رواج بدن. یعنی یکی اینه، آخه مگه همچی چیزی میشه؟ بعد میگه حالا چرا میخوان طلاق رواج بدن؟ این رئیس شورای فرهنگی رئیس جمهوری کشوری است که هرچه عربتر بریم از فردوسی بگیریم تا بیاییم برسیم این کیاره بریم یه خدا و بقیه. ایشون میگه چرا میخوان طلاق رواج بدن؟ برای اینکه اگر جمعیت کافی نداشته باشی، مساحت و منابع کشور مورد غارت دیگران قرار میگیره. یعنی یه سری از همین افرادی که کوپن به دست داریم، هموطنان عزیز بنده و شما بقیه، که چنین گرفتار مصیبت هم بیشتر نشن از طریق طلاق و اینا. بالاخره این ارزیابی اینو شما بفرمایید، چجوری میشه در یه مملکت این یک همچی آدم یه همچی طرز فکری بشه رئیس شورای فرهنگی اون مملکت؟ بله، وقتی روزخونی به اینجا میرسه، خب همینه، ایشون چه درکی داره از سینما، از برنامه های ماهواره ای؟ من در هیچ کدوم از تلویزیون های ماهواره ای ندیدم طلاق رو ترویج بکنه. جمهوری ولایت فقیه که طلاق رو ترویج میکنه، جمهوری ولایت فقیه که چند زنی رو رواج میده، اوست که باعث از هم شکست شدن اساس و کانون خانواده ها میشه. ما این بساط قبل از انقلاب نداشتیم. الان ببینید فساد که در ابعاد گسترده است، جدایی ها اصلا، زندگی ها دوامی بیش از یک سال و دو سال نداره. با اون هزینه ها عروسی میگیرن، یک سال بعد جدا میشن. این در واقع جمهوری اسلامی و زندگی است که برای جوونا درست کردن که باعث از هم گسستن خانواده میشه. ربطی به ماهواره نداره. کدوم ماهواره اومده ترویج طلاق کنه؟ اصلا همچی چیزی من خیلی هم دنبال میکنم، همچیزی من ندیدم. نه سریال، یه سریال آقای اسدالله‌ای ساخته بود طلاق، که ایشون هم همکار و برنامه ساز در تلویزیون ما. ایشون در اون سریال که قبل از انقلاب بود، داستان اختلافهای زن و شوهر رو به عنوان یه خبرنگار دنبال میکرد، هر بارم یک سریال به یکی از این قصه ها میپرداخت. حال نکنه ایشون دیدن مثلا چند بار آقای اسدالله‌ای به این سریال اشاره کردن، این ترویج طلاقه. ببینید واقعا جمهوری اسلامی، باز میگم داشتم بحث میکردم که شما جیمی که تک تک این وزرا و مسئولانشو بذارید زیر ذره بیه و حرفا اینا که در عرض یه هفته میزنن ارزیابی کنید، اولا چقدر تناقض در این حرفا وجود داره بین خودشون، بعد در حرفای خودشون چقدر تناقض وجود داره. آقای رضا اکرمی باید یه گوشه تو قم روزه ای میخوند، حالا خیلی دیگه جلو رفته بود، یه جامل مقدماتی الفیه ای اونجا درس میداد. وقتی ایشون میاد نماینده مجلس میشه، بعد میاد رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری میشه، آخه این چه آدم میتونه بهش بگه؟ وقت بزرگان و اساتیدی در این مملکت مثل دکتر شفیع کتکنی که افتخار ما هست، دکتر باستانی پاریزی، نمونه های دیگر یا خانه نشینن یا بازنشسته شدن یا نمیذارن کار بکنن. چرا باید بزرگواری مثل دکتر مهدوی دامغانی در دانشگاه هاروارد درس بده در سن بالای 80 و رضا اکرمی بشه رئیس شورا؟ اینا باید بدن دست دکتر مهدوی رو ببوسن و التماس کنن برگرده ایران، ولی او رو چیکار کردن؟ دل آزرده کردن، از ایران راندن و امروز رضا اکرمی ها باید بیان جای اونا بشنن. تو دانشگاه هم همینجور. آقای چالنگی فکر میکنید رؤسای دانشگاه ما کیان الان؟ کیا اومدن جای دکتر سیاسی و عالی خانی و جای دکتر صالح و اینا بنشینن؟ نگاهشون کنید دیگه، فرهاد رهبر میشه رئیس دانشگاه، قبل از اون موسوی زنجانی میشه رئیس دانشگاه. اینا ببینید کیا. خب معلومه وقتی سطح علمی شکسته شد، وقتی حداد عادل شد قطب العلماء، دیگه معلومه چی میشه دیگه. رضا اکرمی هم میشه رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری. آقای نوزاد، ولی یه چیز، یه صحبت شما وسط کلامتون گفتید که تمام مسئولان رو بزنیم زیر ذره بین. شما چون اشاره هم کرده بودید به آقای فیروز آبادی، آقای فیروز آبادی رو شما میتونید زیر ذره بین جا بدید. به هر حال ایشون رو زیر کوچک بین باید دید. بله، یعنی تلسکوپی چیز. ببینید ما هیچ انتقادی یا هیچ شوخی با وضعیت جسمانی هیچ کس نداریم، این کار درست نیست. اما
وقتی کسی در با یک همچین وجناتی به خودش اجازه میده بیاد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یک کشوری مثل ایران بشه، طبعا باید حتی از نظر جسمانی شایستگی اون وضعیت داشته باشه. در این ارتباط هست که مورد شما افسرهای خوشقیافه رشید خوشهیکلی که همه ورزشکار سوارکار مرحوم تیمسار امیرافشار توی پادگان ما موقعی سربازی پنج صبح با اسبش میمد اونجا سان میدید میمد بررسی میکرد، اینا نظامیان ما بودن، جاشون که اینا رو بیخ دیوار گشتن تیرباران کردن که آقای فیروزآبادی امثالش بیاد و قاسم سلیمانی و سردار جعفری و سردار چی بگن. یعنی حکومتی که میاد جهانبانی رو تیربارون میکنه و حتی اسب اون رو تیربارون میکنه، جانشینش بشه آقای فیروزآبادی، خب جای صحبت داره. آقای سازگارای عزیز شما بفرمایید، این الان صحبت طلاق شد و جوانان، واقعا جوانان با این وضعیتی در جمهوری اسلامی شاید ما خبر نداریم چه آینده ای در برابر خودشون دارن با این وضعیت اقتصادی، با این وضعیت فرهنگی، که با این وضعیتی که خود جوانان بهتر میدن، چه آینده ای هست؟ چندی پیش آقای چالنگی رئیس دادگاه‌های خانواده آماری رو، اتفاقا فرد روحانی هم بود، آماری رو مطرح کرده بود که به هر حال رشد طلاق در ایران رشد بالایی است، یه زمانی بالاترین رشد طلاق در دنیا بود و عواملی که به دادگاه‌های خانواده رجوع می‌کنند رو آمار گرفته بودند، دسته‌بندی کرده بودند. اولین دلیلی که طلاق باعث طلاق میشه بیکاری مرد خانواده و تنگ دستی و مشکل معیشتی است. دومین عامل مواد مخدر بود در بین آماری که دیده میشد که بخشی از بزرگی از ابتلای به مواد مخدر هم باز به دلیل بیکاری و فقر و ناداری و فشارهای ناشی از اونه. و دلیل سوم دخالت بزرگترها و فامیل و غیره بود که باز در اون هم بخش بزرگیش به دلیل مشکلات معیشتی خانواده بوده که زبان مثلا مادر زن یا شوهر یا دیگران رو باز میکرده در زندگی یک زوجی دخالت بکنه. بنابراین برخلاف چیزی که حالا آقای اکرمی یا هر کس دیگه ای بگه، مشکل معضل دوام نیاوردن خانواده ها، کانون های گرم خانواده در ایران در درجه اول مشکل اقتصادی و بیکاری است و بیکاری که فزایندم هست. صندوق بین المللی پول در هفته گذشته بعد از 3 سال گزارشی رو از اقتصاد ایران منتشر کرد که در اون عمیقاً ابراز نگرانی کرده بود که مشکلاتی که ما در تورم بالا و رکود بالای همزمان در اقتصاد ایران داریم نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیانی داره. اصلاحات ساختاری یعنی آقای چالنگی در واقع باید که دست این گروه های فاسد بزرگ که انحصارات اقتصادی رو به خودشون متوجه کردن، در رأس اونها هم شخص آقای خامنه ای و ستاد اجرای فرمان امام، اونها بعد سپاه بعد ارگان های دیگه، اینها باید دستشون از اقتصاد کوتاه بشه، باید قوانین مناسب تنظیم بشه، باید دادگاه قوه قضاییه مستقل پیدا بشه، باید رابطه با دنیا بهبود پیدا بکنه، باید کارآفرینان بتوانند آزادانه تولید بکنن و ده ها کار دیگه. و اینها اون چیزایی است که تا نشود جوان ما دورنمای آینده روشنی نداره. من یک بار سوار یک ماشین شخصی شده بودم، راننده جوانی بود چند سال پیش، من رو هم نمیشناخت، موقع هنوز خارج نبودم از تلویزیون، چهرم بیشتر شناخته باشه، ولی سر صحبت باز شد، نمیدونم چی شد، من مطرح کردم که من مثلا خارج هم بودم، خارج درس خوندم. این جوان یه نگاهی به من کرد و گفت آقا شما که خارج بودین هیچ جای دنیا نیست من برم. گفتم جوون مگه فکر کن تو دنیا چه خبره؟ گفتش که میدونم خبری نیست، ولی اینجا در این مملکت هم خبری نیست. من این پیکانی که دستم هم هست کرایه کردم و حق کرایه رو به صاحبش میدم. بله تازه این مال سالها پیش آقای سازگاره نیست؟
صحبت مال حدود 10 سال پیشه و الان به مراتب بدترم هست. مرادم این جمله که شما میگین، جوان گفت من هرچه نگاه میکنم میبینم در دورنمای زندگیم من نمیتونم برنامه‌ای داشته باشم که کی یه شغلی میگیرم که درآمد کافی داره، کی میتونم ازدواج کنم، کی میتونم خونه بخرم، کی میتونم یه ماشین داشته باشم. یعنی نیازهای بسیار ابتدایی که بالاخره یه جوان برای زندگیش باید برنامه بریزه. دقیقاً اینه که میگید یکی از اصلی ترین مشکلاتی است که آقای چالنگی، جوان ما به دلیل بحران و شرایط حساس کنونی که 35 سال دست از سر این کشور بر نداشته و همش حالت جنگ و دعوا و این سرنگون میکنه، ما میزنیم، این وضع اقتصاد و غیره، یک جوان نمیتواند برنامه داشته باشه که خب چجوری زندگیش ادامه پیدا خواهد کرد و ساده ترین نیازهای زندگیش رو چگونه تامین خواهد کرد. خوب، در این وسط خبرگزاری دولتی ایسنا مدعی شده که برآورد کرده، چگونه، زیاد توضیح روشن نداده، که بعض خانوارهای تهرانی نه تنها خوبه بلکه درآمد شفاف زندگی رو میده، بلکه هر خانوار تهرانی، باز به گفته ایسنا این ادعاست یا نیست، تهرانی ها بهتر میدونن، مردم پایتخت، مدعی شده که هر کدوم هر خانوار به طور متوسط 400,000 تومان هم اضافه براشون میمونه. آقای نوریزاده، خب امیدواریم اینطور باشه، مردم به اضافه هم داشته باشن. اما واقعا این منصفانه است که تمام سرنخ‌ها رو از نظر اقتصادی هم به بیت آقای خامنه‌ای وصل شده بدونیم. آقای نوریزاده، نه ببینید، این که به آقای خامنه‌ای ارتباط میدن دلیلش اینه که آقای خامنه‌ای بیش از 40% از ثروت کشور در اختیار ایشونه بدونه که یک ریال مالیات بده. بحث بر سر اینه که زمانی به شاه ایراد میگفتن که بنیاد پهلوی داره، حداقل بنیاد پهلوی یه دانشجو در خارج بورسیهش بودن، همین بنیادی که بعدن بنیاد علوی شد و مرکز سوء استفاده و دزدی و کلاشی که دولت آمریکا پرونده‌اش رو کرد و الان بستش. در اون زمان صدها دانشجو بورسیه از اون بورس میگرفتن، یا همینطور در اروپا. بعد یه کارهای برای مردم میکرد، خیرالمنفعه، کارهای عامل منفعه، کارهای میکرد، هتل میساخت، غیره غیره غیره، حالا کارهای نمیدونم دیگری هم میکرد. ولی امروز مؤسسات وابسته با آقای خامنه‌ای چه میکنه؟ مؤسسه‌ای به نام حزب الله لبنان سال 1 میلیارد پول میگیره، آدم میکشه در سوریه و آلوده کرده ایران و شیعه و خودش و همه رو به دستور آقای خامنه‌ای. جهاد اسلامی در فلسطین، آقای رمضان شلم میاد ایران دست آقا رو میبوسه 50 میلیون میگیره. همین چند روز پیش فاش شد 2 میلیارد دلار ایران به حماس داده. این پولا از کجا میره؟ آقای خامنه‌ای پاسخ باید بده. این پولایی که میده در عراق مزدور استخدام میکنه، 40,000 مزدور در سوریه دارن میجنگن، شیعه به اسم دفاع از حرم حضرت زینب، در حالی که حرم واقعی حضرت زینب در قاهره است، اینو اومدن ساختن در برابر فاطمی ها. و بعدم این که این اصلا حرم حضرت زینب احتیاج به دفاع نداره، 1000 سال، 1200 سال همه انواع اقسام قوم ها حمله کردن به اونجا، کجا تعرض کردن به مقبره ایشون. و اینه که میخوام بگم آقای خامنه ای، اگر مردم میگن، میدونه آقای خامنه ای نون و پنیر میخوره، دائما این آقای حداد و عادل و دیگران میگن آقا بیچاره یه لقمه نون و ماست میخوره، آقای جنتی هم شبا نون و ماست و کیشمیش میخوره، اما پدر مردم رو در آورده، حالا جای نون و ماست و کیشمیش ایشون بده استیک بخوره، شیشلیک بخوره، از این خود از این حالت هم بیاد بیرون. گویی که دوستی میگفت ایشون شناگرم است، شنا میکنه. به هر حال آقای خامنه ای اولین کاری که برای مبارزه با فساد باید بکنه همون کاری که شاه کرد، منتها خود دیر شده بود، وقتی که مرحوم اردلان آورد و گفت تمام ثروت بنیاد پهلوی دستش، برادران و خواهرانش حق دخالت در امور اقتصادی ندارن. این کارو باید آقای خامنه‌ای هم بکنه، اعلام کنه آقا مشتبه کار اقتصادی نباید بکنه، حسن آقا نباید تو شرکت نفت کار اقتصادی بکنه، اخوزوجهشون آقای خجسته در تلویزیون نباید مأمور خرید باشن که بعد صحبت توش درات، و بعد تشکیلات خودشون
این ستاد اجرایی فرمان امام یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی دنیاست. اون وقت نگن مردم ایران سطح زندگیشون، مردم واقعا دارن دست و پا میزنن، زندگی تکان دهنده است در ایران. آخه در کجای جهان خانه درست بکنن که متری 50 میلیون تومان 30 میلیون تومان؟ چیه اینا؟ این تورم، این گردش پول نامبارک و ناسالم و تولیداتش که همین مافیاها، همین کسایی که مشاهده میکنیم یک شبه میلیونر میشن. آقای سازگار، این فسادی که آقای نوری‌زاده اشاره کرد و این اختلاف طبقاتی که وجود داره و گسترده تر میشه، عملا روی بورس تهران هم اثر گذاشته، اثرهای نوسانی شدید یا نوسانهای شدید اقتصادی در بورس تهران، اینطور نیست؟ بله بله، یکی از حوادث مهم هفته گذشته است به دلیل اینکه حباب بورس که همینطوری رفت بالا، ترکید به نوعی، بیش از 1100 واحد سقوط کرد و صفهای طویلی درست شد، مال باختگانی که ناگهان ارزش سهامشون نصف هم کمتر شده، میخوان بفروشن سهامشون و حسب معمول حکومت به بستن به زور و ضرب متوسل شد، در حالی که مسائل اقتصادی با این چیزها حل که نمیشه هیچ بدتر میشه. من خاطرم هست اقتصاددانایی مثل آقای خاوند چند ماه پیش هشدار دادن که آقا بورس کازینو نیست، قمار نیست، بورس جای علمی است، باید دقت کنند، به خصوص صاحبان سرمایه چک. متاسفانه بیش از 7 میلیون نفر سهامدار یا سهامدارای کوچیک و خرد، صاحبان سرمایه کوچک و فعالین بورس هستند که الان به شدت سرمایهشون در خطره و هیچ کس هم نیست به دادشون برسه. من چالنگی یک جمله را اگر اجازه بدید، خواهش می‌کنم بفرمایید، حرم حضرت زینب عرض بکنم، چون میترسم که دوباره حضرات بهانه‌ای بکنن حمله بکنن به برنامه تفسیر خبر ما. اظهار درستی که آقای دکتر نوری‌زاده فرمودند راجع به حرم حضرت زینب، محقق درجه اولی که خدا رحمت کنه ایشون و آقای دکتر سید جعفر شهیدی هم با تحقیق تاریخی به درستی نشون داده بود از روی زندگی حضرت زینب که ایشون در واقع به قاهره رفته و اونجا فوت کرده. اصلا نادرسته که بر نگشته هرگز ایشون به دمشق و شام که فکر کنیم اونجا دفنه. این رو از این جهت عرض میکنم که اولا اتوریته مثل آقای دکتر شهیدی و سایر محققین تاریخی هم این رو انگوش کشتن و ثانیاً این مقدار جنجال، جون جوانها رو به خطر انداختن، بهانه گیری برای دفاع از یک چیزی، یک حرمی که حالا به فرض هم حضرت زینب اونجا دفن بوده باشه، این مقدار بهانه دخالت در سوریه که به قیمت جان هزاران سوری تموم شده تا الان 130,000 و میلیاردها، ده ها جان ایرانی ها و لبنانی ها و میلیاردها دلار سرمایه این کشور، واقعا اساسش بر یک جعل تاریخی هم بنا شده. خب الان که توضیح دادنم آقای نوری‌زاده هم آقای سازگارم، من هم یک توضیح مختصری بدم. ببینید در باره رأس یا سر امام سوم شیعیان در پی واقعه کربلا روایات زیادی نیست، بر منبر زیاد گفته نمیشه، اما این روایت هست که پس از اینکه به بارگاه خلیفه اون وقت برده شد، به بارگاه یزید برده شد، سر امام سوم شیعیان امام حسین رو با پرداختن مبالغی خریداری کردن، یعنی جزیه یا هر چی که بود، و بعدها به هر حال در به فلسطین برده شد و بعدها در دوران فاطمیون به منتقل شد به قاهره. و این یه روایت، روایت دیگه همونطور که اشاره شد آقای دکتر شهیدی هم اشاره کردن، این هستش که زینب دختر امام اول شیعیان همراه با رأس الحسین به قاهره اومد که الان هم آرامگاه و زیارتگاه بزرگی است رأس الحسین، آوردن و در اونجا دفن کردن، بازار خان خلیلی، زیارتگاه اهل سنت و شیعه همه مذاهب هستن، چون علاقه به اهل بیت در مصری ها
مسلمانان مصر بسیار هست و حضرت زینب نیز گفته میشه که در قاهره هست، در همون جا هم دفن شدن و کسان دیگه از خانواده امام سوم شیعیان مثل سید نفیس هست، زین العابدین هست که میگن سیدنا علی و به کسان دیگه. زیارتگاه همگان هست از اهل سنت و شیعه و سید زینب محله بسیار بسیار بزرگی است در قاهره با 24 ساعت میلیون ها در اونجا زندگی. صحبت قاهره شد، سید زینب و رسول حسین خان خلیلی و جای دیگه. بعد نیست به این نکته هم اشاره داشته باشیم که آقای عبدالفتاح سیسی، جنرال عبدالفتاح سیسی و آقای نبیل فهمی وزیر خارجه مصر و جنرال سیسی وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش مصر به مسکو رفتن مورد یک استقبال بسیار عجیب کم سابقه قرار گرفت. به نظر میرسی که روسیه داره نقش بیشتری پیدا میکنه در منطقه خاورمیانه، به خصوص با رو به آرامش رفتن مصر و پسراندن اخوان المسلمین در این کشور. به طور قطع اولا روس‌ها بسیار موضع درستی گرفتن درباره مصر، از ابتدا به اخوان روی خوش نشون ندادن، گرچه اخوان تلاش کردن ولی از اول اخوان رو بازیچه دست آمریکا میدونستن. جنرال سیسی قبلا هم به مسکو سفر کرده و اصولا میدونیم تا قبل از اینکه پرزیدنت سادات رو به غرب بکنه ارتش مصر آموزش در روسیه میدی. خود پرزیدنت مبارک خلبان سوخوی و میک بود، در روسیه آموزش دیده بود. بنابراین استقبالی که پوتین کرد از ایشون، تأکید پوتین بر این که من از تصمیم درست شما حمایت میکنم برای نامزدی در انتخابات و جلسه ای که داشتن که به اتفاق وزیر دفاع و وزیر خارجه روسیه بود آقای لاوروف، بسیار مهمه. میگن مصری ها بیش از 3 میلیارد دلار از روس ها اسلحه میخرن، یعنی این نظام تسلیحاتی مصر رو از تکیه بر آمریکا تغییر میده، متنوع میکنه و برای مصر خیلی خوبه. آمریکایی خیلی ناراحت شدن. بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه گفت که بله، ما نباید دخالت بکنیم، این مردم مصرن که باید انتخاب بکنن رئیس جمهورشون رو، و نوعی ملامت کردن پوتین رو که تو چرا دخالت میکنی. به هر حال معلوم آمریکایی خیلی خوشحال از این نیستن که آقای سیسی قبل از اعلام نامزدیش سفری به مسکو کرد که اگر در واشنگتن بسته است درهای دیگری باز است و اگر شما در عشق اخوان المسلمین افتادین نه جاهای دیگه هم هستن که برای ما اعتبار قائلن. آقای احسانگارو کمتر دو دقیقه وقت داریم. آمریکا در خاورمیانه کجاست؟ سیاستش خاورمیانه به هر حال آقای اوباما سفر پیش رو داره، بره به عربستان که روابط ضربه خورده با عربستان رو هم بلکه ترمیم بکنه. آقای نتانیاهو هم در راه هست که بیاید امریکا، پیشا پیش هم دارن تدارک میکنن ناراضی دیگه ای از سیاست های خاورمیانه آقای اوباماست و مصر هم که در واقع ناراضی بزرگی است که رفته روسیه و یه نوع جنگ سرد جدید در خاورمیانه میشه گفت در گرفت. آقای پوتین هم از نامزدی ایشون ابراز خوشحالی کرد. به هر حال ماجرای یک نوع چرخش مصر به سمت روسیه ماجرای بزرگی است که من فکر میکنم تبعات بیش از اینها هم بعداً باز خواهد داشت. بله، آقای عبدالفتاح سیسی به طور غیر رسمی در گفتگو با نشریه از سیاسه برای بینندگان عزیز توضیح میدم نامزدی خودشو برای ریاست جمهوری مصر که در ماه آوریل انتخاباتش برگزار میشه اعلام کرده، اما هنوز به طور رسمی در خود قاهره این موضوع اعلام نشد. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس بسیار از آقای نوری‌زاده عزیز در اروپا و سپاس از آقای سازگار گرامی در واشنگتن آمریکا. با سپاس و با امید و فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.
موسیقی